دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز. ادامه صبح زندگی است. با شما هستیم در بخش روانشناسی. مهمان خیلی گرامی ما جناب زکریا مبرم نادری، استاد روانشناسی و استاد پوهنتون با ماست. موضوعی که ما انتخاب کردیم در رابطه با استعفای عاطفی است که بیشتر صحبت هایی می داشته باشیم. آقای مبرم سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدای بزرگ، با عرض سلام احترام صبح بخیر خدمت شما و همچنان خدمت بیننده‌های عزیز تلویزیون شما. آرزو میکنم یک صبح خوب و خوش آغاز کرده باشه. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. موضوع برنامه هم در رابطه با استعفای عاطفی انتخاب کردیم. بیاین بیشتر بدانیم که استعفای عاطفی چی هست. استعفای عاطفی با استعفای گفته می شود که یک فرد در یک فضا در یک محوطه موجود باشه، ولی از لحاظ احساس، از لحاظ مثال درون در آنجا موجود نباشه و این به نام احساس استعفای عاطفی یاد میکنه. در مجموع استعفای عاطفی مثلا جسمن یک جای ولی روحن جای دیگری است که امروزه در سطح کشور ما و در سطح برنامه شغلی و مثلا برنامه وظیفوی بیشتر در افغانستان است. اما استعفای عاطفی میتونه دو جنبه داشته باشه. یک جنبه مثبت است، یک جنبه منفی است. مثال جنبه مثبت به این که یک کار یک محوطه منفی که ما قرار میگیریم، ما کوشش میکنیم که احساس خدا جایی که مثال فرض که یک موضوع غم است ولی ما احساس غمانگیز به خود نمیگیریم. مثلا ما جسمن موجود هستیم ولی روحن به رفتارها و احساسات مثبت فکر میکنیم. و یک جنبه منفیش به این معنا که بعضا ای در سطح وظیفه و در سطح شغل بیشتر موجود است که اکثریت دوستا و جوانان ما متاسفانه با این محوطه درگیر هستند که معمولا یک جای هستند ولی فکر جای دیگری است. این برام استعفای عاطفی یاد میکنم. چی زمان کارکنان دچار استعفای عاطفی میشود؟ در مجموع استعفای عاطفی در سطح جهان بیشتر است، اما افغانستان و کشور ما شما بیشتر و بیشتر است. چرا؟ به خاطر که استعفای عاطفی زمانی که برخوردهای ناملایم، برخوردهای نامساوی، برخوردهای منفی در یک اداره، در یک وزاره، در یک جامعه، حتی در یک خانه پیدا شود، استعفای عاطفی هم رونق می‌یابد، نقش می‌گیرد. استعفای عاطفی معمولا با احساسات که یک فرد برای کس دیگر یا فرد دیگر ایجاد میکنه که احساس منفی میباشه، که مثلا ما گفته میتونیم که یک بخشش تنبیه است. مثلا در مجموع دو بخش بسیار عمده وجود داره. اگر ما بخواهیم که یک اداره خود موفق نگه بداریم، یک سازمان و مثلا یک کشور خوب داشته باشیم، ما باید نظارت بکنیم، انضباط داشته باشیم، تنبیه نداشته باشیم. متاسفانه بدون شک اکثریت مدیران، اکثریت رئیس صاحبان، اکثریت دوستا و عزیزای ما که در رأس یک کار قرار میگیره، اینها به جای انضباط تنبیه دارن. مثال فرض کنین که زیر دست یک کارمند اشتباه میکنه، ولی این اشتباهات ما باید انضباط بکنیم، نظارت بکنیم، تنبیه نکنیم، با توهین کردن شروع نکنیم، با توهین کردن خاتمه ندهیم. این سبب میشه که استعفای عاطفی در یک وظیفه، در یک وزاره، در یک جامعه رونق بیابه. چرا استعفای عاطفی در افغانستان آمارش بلند است؟ در اینجا دو مشکل بزرگ وجود داره. یک مشکل ابتدایی که اکثریت دوستای ماست که از لحاظ علمیت و از لحاظ تحصیل با پوزش که من صحبتهای خودم میکنم کم و بیش در انزوا قرار دارم. مثلا شما فرض کنین که سطح تحصیل یک فرد مثلا 12 پاس است یا مثلا لسانس است، ولی یک وظیفه بر زینا داده میشه که معادل ماستر است. شما ببینید وقت سطح درک پایین بیاید، استعفای عاطفی بر افراد بالمقابل پیدا میشه. اینا رو شما ببینید که اگر مثلا رفتارهای مناسب و خوب میان همگی باشه، احساسات مثبت همگی کوشش بکنه که احساس خوبی را به یک دیگر خود ایجاد بکنه، استعفای عاطفی پیدا نمیشه. هرچند اشاره ما بر این است که زمان استعفای عاطفی در افغانستان بیشتر میشه وقتی که سطح درک و سطح احساس نسبت به افراد دیگر که افراد زیر دست است کمتر شود. اینا را اگر یک شخص از لحاظ تحلیل
تحلیل و درک در انزوا قرار داشته باشه، او بیچاره نمیتونه که مثلا استعفای عاطفی یک شخص دیگر کنترل بکنه، چرا که او مثلا کم و بیش مشکلاتهای فکری و مشکلاتهای عاطفی و مشکلاتهای رفتاری داره. پس در افغانستان یگانه مشکلی که از دید روانشناسی تحقیق شده و ارزیابی شده وی است که معمولا در دفاتر سطح تحصیل و تعلیم کمتر می باشه ولی سطح امکانات وظیفوی بیشتر می باشه. به این نسبت است که یک فرد نمیتونه استعفای عاطفی افراد دیگر را کنترل بکنه. و همچنان نگفته نبانه که برای بعضی از دوستایی که مثلا نهایتاً امی محوطه وظیفوی خود با جدیت و با رفتارهای خیلی جدی و خشم کنترل میکنه، این به نام تنبیهات میکنه، این انضباط و نظارت نیست. یعنی برخوردهای سلیقه‌ای و عقده‌ای بدون شک وقتی که برخورد سلیقه‌ای و عقده‌ای چرا پیدا میشه؟ به خاطر که سطح تحصیل و سطح درک یک شخص پایین بیه، برخوردها جدی پیدا میشه که در افغانستان بدبختانه به می شکل است. ولی آرزوی ما این است که ما به جای تنبیه و توهین نظارت داشته باشیم، انضباط داشته باشیم. اگر زیر دست ما یک اشتباه میکنه، ما باید یاد بتیم بر ازو، ابتدا ازو باید پرسان بکنیم. مثلا ما یک مثال بسیار واضح میتم، اگر یک شخصی در یک اداره، در یک وزاره، در جامعه اشتباه میکنه، ما من حیث کسی که مسئول هستیم و مسئولیت داریم، ابتدا باید ازو از ایشان پرسیده شوه که برادرم، خواهرم، مشکل خودت چی است؟ چی مشکل داری؟ چرا مثلا این رفتارها برات پیدا شده، احساسات پیدا شده؟ ابتدا باید یک تحقیق شوه. همچنان برای روند پیشرفت یک کار که اداره باشه، وزارت باشه، دولت باشه، هر بخشی که باشه، ما بخواهیم که روند پیشرفت را اندازی بکنیم، ما در کل باید ارزیابی داشته باشیم و ما باید بپرسیم ابتدا مشکلات و بعد باید انضباط بکنیم، نه تنبیه. کوتا میخواییم با استعفای عاطفی چی کنیم؟ استعفای عاطفی ما با زمانی که یک شخص مثلا با استعفای عاطفی در درونش پیدا میشه و خودش در یک جای است و روحن یا مثلا فکرن جای دیگری است، ما باید با مهربانی، با الفاظ شدین، با انضباط، با نظارت کردن و با اصول و قوانین باید برنامه و امی استعفای عاطفیش کنترل داشته باشه. خیلی سپاسگزار هستم. تشکر از شما. زکریا مبرم نادری از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. سپاس از شما هم که بیننده صبح زندگی هستین. در حال حاضرم وقفه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما همراه باشید.